یه خوبی هم داشته باشه، یه برنامه عین مثلا همین دوستان کنترل پروژه، مهندسان صنایعی که برنامه پیشرفت پروژه توی شرکت ها تهیه میکنن، شبیه این رو باید داشته باشه که در هر مایلستونی، در هر نقطه مهمی بگه که من مثلا به این کار میخوام برسم، به این نقطه خواهم رسید، این کارا رو انجام خواهم داد، و گزارش پیشرفت بده که شما بتونید در نهایت چک بکنید که چقدر پیشرفت کار وجود داشته. یک دفعه حالا بریم جلوتر، اینا رو هم براتون میگم. این سه که ما بارها در موردش صحبت کردیم، ببینید سال تو اکتبر 1929 به خاطر یه اختلاس بزرگی که توی بازار بورس امریکا انجام شد و کلی سهم‌ها رو دستکاری قیمت انجام دادن، به این فکر افتادن بعد یه سازمانی نظارت بکنه. اومدن Security Exchange Committee، یعنی کمیسیون اوراق بهادار بورس ایالات متحده رو اندازی کردن، و این سازمان دیگه این نهاد ناظر و صادر کننده مجوز شد و از سال 1934 هم عملا وارد کار شد. کلی از این موارد رو بررسی کرد. الان هم خب خوشبختانه یا متاسفانه خیلی گیر میده به این توکن ها و کوین هایی که تو بازار کریپتو وجود داره. یکی از مشکلاتی که با ICO داشت این سازمان این که طرف با یه کاغذ و یه ایده و یه برنامه بازاریابی داره تامین مالی میکنه، و خب توی این تامین مالی کلی کلاهبرداری هم انجام میشه. لذا اومد یه سری طرح داد که باعث ارتقاء نوع ICO ها شد. حالا ما چند تا شما هم میبینیم، برگشت میبینیم ان شاء الله برای جلسه دوشنبه شب. در نظر داشته باشین که کارهای مهمی که این نهاد انجام داده FASB، GAAP، IFRS. دوستانی که تو حوزه مالی و حوزه بانکی دارن کار میکنن میدونن IFRS استاندارد گزارشدهی مالی بین‌المللی هست. شرکت هایی که میخوان در حوزه بین‌المللی تامین مالی انجام بدن، یعنی مثلا شرکت هایی هست به فرض تو اپل تو بورس شیکاگو هست، تو بورس نیویورک هست، تو بورس لندن هست، شانگهای هست، توکیو هست، و و و کشورهای مختلف، به خاطر اینکه بتونه در این جاها عرض عمومی داشته باشه و بتونن معاملات انجام بشه توی این بازارها، نیاز هست که گزارش مالیش بر اساس استاندارد IFRS تهیه بشه. و در نظر داشته باشین حتی اگر شرکتی بورسی نباشه، سهامی خاص عام نباشه، به صورت سهامی خاص باشه، و اگر بخواد مشتری خارجی پیدا، یک شیر هولدر خارجی پیدا بکنه که بیاد، یه فاندر، یک سرمایه گذار خارجی پیدا کنه که بیاد روی شرکت سرمایه گذاری کنه، حتماً باید گزارشش بر اساس استاندارد IFRS باشه، که این IFRS در نظر داشته باشین به سک وصل میشه. این سک شده بلای جون کریپتو که بیشترین گیر رو به XRP جدیدن داده. من یک مقایسه رو ICO و IPO انجام میدم، الواقیش رو انشالله تو جلسه بعد با هم خواهیم دید. ببینین اطلاعات به از سایت tsc.ir تهیه شده و شما از صفحه انگلیسیش هم میتونید این اطلاعات رو به دست بیارید. اگر ببینید ما تو بازار بورس دو تا مدل داریم، تو بازار سرمایه یا بورس یا فرابورسه. بورسه مثل لیگ برتر میمونه، فرابورسه مثل لیگ یک و دو میمونه و محلات. حداقل سرمایه ثبت شده در یک شرکت تو تابلو اصلی بازار اول، که یعنی دیگه مثلا این بهترین تیمان، بهترین سهم ها هستن، 1000 میلیارد ریاله. حداقل شناوریش 20%، حداقل تعداد سهامداران، حداقل سابقه فعالیت مرتبط شرکت در صنعت مربوطه، زیان انباشته قاعدتا نباید داشته باشه، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی 30%، و سوداوری 3 دوره منتهی به پذیرش در بورس باید همراه با سود باشه. این تو تابلو اصلی بازار اول. تابلو فرعی بازار اول تو بازار دوم در کاتگوری بورس، و بازار اول و بازار دوم در فرابورس با همین مدل ها تقسیم بندی میشه، که در ساده ترین حالت میشه بازار دوم فرابورس با 1 سال تأسیس از سابقه شرکت باید گذشته باشه، و عملا تو برنامه عملیاتی اگر هم زیان داره برنامه مناسبی برای خروج از زیان باید اعلام کرده باشه. خب هر چی که میریم از تابلو اول اصلی قاعدتا به تابلو بازار دوم، بعد ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه برای اونایی که میخوان یه پورتفوی مناسب ببندن. ولی خب این اتفاق توی خدمتتون بگم توی ICO به چه صورتیه. ببینید ریلایبلیتی IPO خب بیشتر از ICO، لیگال کاوریج تره، قانون مقررات بیشتری داره، سوابق کمپانی باید داشته باشه، ولی نوع جذب سرمایهش کنتر IPO اونی که تو بورس انجام میشه نسبت به ICO. ICO یه آدمی تایی یه کشوری توی یه شهری یه ایده باحال داره، نوشته، توانمندی فنی داره و و و و
تونسته سرمایه گذارش رو متقاعد کنه که از سراسر دنیا منابع مالی به صورت کریپتو یا پول فیات که اینا توضیحاتش رو قبلا دادم جذب بکنه. توی اگه مثلا کسی چه بیزینس های کوچولو باشه، ببین اونا عددای بزرگی بود دیگه تو بورس دیدین دیگه، نگاه کنین حداقل سرمایه شرکت 1000 میلیارد. بابا یه آدم ساده با یه ایده کوچیک داره میخواد این کار انجام بده، پس بهترین راهش رو آی سی او و اینترنشنال اکسسیبیلیتی که توی آی سی او وجود داره توی آی پی او وجود نداره، یعنی اون همه‌گیر شدنش فقط در محدوده جغرافیایی بازار سرمایه کشور مورد نظر هست، ولی تو آی سی به این صورت نیست. مقاله تأثیر تأمین مالی و تأثیرات اون روی بازار پول و سرمایه رو من جلسه پیش گفتم، فکر میکنم فراموش کردم براتون به اشتراک بذارم. مقاله بودی که خودم کار کردم، براتون به اشتراک میذارم تو همین گروه تلگرامی، دوست داشتید مطالعه کنید. فکر میکنم بعد نیست یه ایده‌ای بهتون میده از اینکه قطعا این مسیری که برای آی سی او اتفاق خواهد افتاد و حالا استی او آی او و موارد دیگه‌ای که اینجا خواهیم با هم می‌بینیم، اینها بازار پول سرمایه به شدت تحت تاثیر خودش قرار میده. وبسایت آی سی او بنچ هم در ادامه مسیر ما روی کیس آی او و بقیه موارد خواهیم دید. من فکر می‌کنم با توجه به حجم مطالبی که امشب با هم جابجا کردیم و حالا اون تخمینی هم که من از باقی مانده کلاس دارم، میتونیم امشب تا همینجا موضوع رو به پایان برسونیم و برای شما شبی بسیار خوبی رو آرزو میکنم. باز هم عذرخواهی میکنم که با تأخیر اتصال برقرار شد، مشکل از سمت اینترنت بود و مرتب من رو از شبکه بیرون میکرد. سوالی که در این زیر نوشته میشه، وضعیت XRP تو اسفند ماه مشخص میشه، ولی احتمال از این خبرهایی که میخونید احتمالاً موفق میشه. مورد دیگه هست بفرمایید، مطابق معمول سوالا رو میتونید تو هم گروه تلگرام بنویسید که من هم اونجا پاسخ به همه دوستان بدم. سیزن 6 رو لطفاً شیر بفرمایید. سیزن 6 گذاشتم آقای جوادی پور، من یه بار دیگه بزنم، من چون از اینجا بازش هم کردم. الان این سیزن 6 پی دی اف حالا داره دوباره 14 الان داره دور آپلود میشه، باز چک بکنید مشکلی بود روی واتساپ من پیام بدید، براتون روی تلگرام واتساپ برام پیام بدید، تو گروه تلگرامی براتون میذارم. خب هستش سیزن 6؟ خب اگه هست که خیلی عالی. حالا دوباره داره آپلود میشه. دانلود کلاس ها، ببین یه اتفاق افتاده، من امروزم با این سمینار صحبت کردم که این وبینارهایی که من میذارم بعد خب یه پروسه سختی دارن برای اینکه من بتونم دانلودش بکنم و بتونم اونها رو خدمتتون عرض کنم که قرار بدم که شما بتونید دانلودش بکنید، اما شما میتونید لایو اینا رو ببینید، یعنی انگار دارین کلاس رو دوباره تماشا میکنید، لایو میتونید مشاهده بکنید، اما دانلود کردنش یه فرصت کوتاه به من بدین که من بتونم این کارا رو انجام بدم، براتون آپلود میکنم، بعد شما میتونید دانلودش رو انجام بدهید. چون اگه بخوایم بذاریم به حساب به عهده ای سمینار توی 20 روزی طول میکشه بعد از دوره، که خب خیلی سخت میشه هم برای شما که بخواید این کار رو انجام بده. راه پرداخت بود که آدرس لینکش هم گذاشتم براتون توی گروه تلگرام هست، میتونید از اون ببینید. اگر باز سوالی هست بفرمایید، من در خدمتتونم. ببینید کیف پول سخت افزاری امنیت بیشتری داره، شما عددتون اگر عددهای بزرگی بشه قاعدتا خیلی راحت حاضر نیستید در اختیار یه وبسایت بزنید با یه نام کاربری رمز عبور، بدیهیه که ترجیح میدین از سخت افزاری استفاده کنید، امنیت بسیار بسیار بالاتری داره. شما هم خسته نباشید، ممنون از اینکه وقت گذاشتین، تحمل کردین، دیگه داریم به آخرای کلاس نزدیک میشیم. راستی اون دوستانی که جواب تست اون تو صفحه اینستاگرام رو دادن و جوابشون صحیح بوده، توی دوره بعدی اگر شرکت کنن از 30% تخفیف هم برخوردارن، فقط یک کد تخفیف برای خودشون اداره میشه که بعدا با ادمین اینستاگرام میتونن در تماس باشن. من توی این هفته فکر میکنم آماده بشه سرفصل ها و دوتا دوره فایل مربوطش آپلود بشه که بتونید اگر تمایل داشتین ثبت نام بکنید. ممنون، شب همگی بخیر.
اگر سوالی نیست من از شما خداحافظی کنم. آقای مهندس یوسفی کلام، آقای مهندس یوسفی کلاس در اختیار شما هست. اگر نکته‌ای دارین دوستان، اگر سوالی مشکلی در خصوص اتصال به سایت ای سمینار دارین، استفاده از ویدیوها دارین، با آقای مهندس یوسفی در تماس باشین. ارادتمند، شب همگی بخیر، خدا نگهدار. از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار.